درود در دوستان عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه این شاخهای مجازی ترکیه یکم صحبت کنم برای من جالبه این داستانشون که اولا که چجوریه که یه دفعه همشون داره ماجرت میکنن به ترکیه ظاهرا یه نفری اونجا هست که امکانات بسشون فراهم میکنه اینا رو تشویق میکنه که برن ترکیه و از شهرتشون استفاده کنه و واسه شون واسه همه شون سایت و قمار و کازینو آنلاین باز میکنه احتمالا یه چیزی پرسانتی چیزی ازشون میگیره و حتی دیدم تطلو هم داره متاسفانه قمار رو تبلیغ میکنه و چقدر جوونا و خانواده تو ایران آسیب دیدن متاسفانه کاری هم دولت نمیتونه بکنه و یه چیزی برای من جالبه من دیدم اینها از یه تکنیک استفاده میکنن خواستم اون به شما بگم اون تکنیک های در واقع دروغسازی هست یعنی که اونا دائم دست خبرهای جعلی مثلا دستگیری فلانی دستگیر شد و عکسشون رو با دستبند میذارن یا در حال کتک خوردن میذارن اینا نشون میده که یه نفر واسهشون برنامه و سناریو مینویسه که همون کسی احتمالا واسهشون این سایت های شرط بندی رو ساخته شاید اون آقای مونتیگو باشه من نمیدونم جدیدا اومده سن سال هم ندارن خیلی عجیبه تو این سن کم اینقدر باهوش در کالابرداری و پترسختگی و عجیبه این یعنی جوان تو این سن سال اینقدر پترسختگی رو خوب واردن و بلدن و این سناریوها رو هم احتمالا اون واسه می نویسه دیگه که فلانی دستگیر شد بعد حالا اطرافیان هم همه چیز هندنه که به اونا آموزش داده شده که چطور همراهی بکنن با این خبر یو سختراشون یا خودشون و همشون هم که میبینی اکس های گیران قیمت و جالب اصرار میکنن به جوان بیایید در این سایت باشید مثل ما پولدار اون نون نون حرامیه که شما دارید تبلیغ میکنید برای بدبخت کردن ملت ایران هیچ وقت هیچ وقت در دنیا از قمار کسی به ثروت نرسیده فقط اون صاحب کازینو هست که به ثروت میرسه چون همیشه اون در هر صورتی پرسانتش رو میگیره و اصلا الگوریتم این بازی ها طوریه که همیشه به نفع صاحب کازینو و اون صاحب کسی که اون غمار خونه رو داره هست بخاطر خاطر همین یکی از جذابترین راه های پول در آوردن و ثروت شدن در دنیا کازینو داشتن هست و مخصوصا این کازینو که اتومات هم هستن خیلی از این کشور اروپایی اکثر مغازه دارا میبینم این ترکا و اینا عربا و هندی ها رو تو مغازاشون و از همشون هم توپه از طریق همین بازی ها هست و این چیزی که من تو اسلام خوشم اومده که از این کارا این ممنوعیت قمار است واقعا هیچ وقت نباید به نظر من. تو ایران مجوز داده بشه کارهای غمار و خیلی رو بدخ میکنه و به هم ها رو نابود میکنه هم مجبور میشن که به فحش و فضاد هم دامن زده بشه متاسفانه و نمیدونم چطوریه حالا در داخل ایران اینا نمیتونن با ترکیه هماهنگ کنن اینا که تبلیغات سایت های غمار بازی رو میکنن یک بشه با اینا و جالبه که تکنیکشون اینه که دروغ بگو مشهور بشو و پول در بیاره و جوان ها رو من نمیدونم چون قصد سادن میرن راحت پول میذارن و غمار میکنن و همیشه هم یا خودشون یا خانواده هاشون رو بدبخت کردن و هیچ وقت هیچ وقت با غمار جز بدبختی هیچ وقت انسان پولدار نمیشه به هیچ وجه و این شاخه مجازی که اینا رو میبرن به ترکیه همشون هم به قصد ساخت کازینو آنلاین دارن میرن ترکیه اینا جز خروج پول از داخل ایران هیچ برنامه دیگه ندارن متاسفانه اینجور آدم ها رو به نظر من حتی آدم بگیره آدم بفرسته خارج از کشور مثل مونتیگو و بقیه اینا رو پدرشون در بیاری خارمدرشون رو سرویس کنی میارزه واقعا چون که اینا دارن هم پول رو از کشور خارج میکنن ارز خارج میکنن همین که هزاران نفر تو خانواده رو خانواده ها رو دارن بدبخ میکنن پاینده باشید